درود بیکران پاینده ایران، این بخش یک زنگ تفریحه. یه چند تا کلیپ داریم از دلغکیسم شیعه. ببینیم این دلغک های شیعه که اصلا یه چیزیه که ما های با این برنامه رو بسازیم دیگه، یعنی بخندیم. خود ببینیم بالاخره جریان شیعه درست زندگی ما رو تباه کرده، ولی در بین این تباه کردنه مسخره بازی هاشون آدم میتونه یه نگاهی بکنه، یه لبخندی بر صورت شما ایران پرستان بنشونیم. دلغکیسم شیعه، یه کلیپ اولی که انتخاب کردم اینه. میگه اجازه شاید کنه گلا گلا خودشو میزنه. بزن مادر فلان، بزن خودت سرویس کن آشغال. یا حسین و دست خر، این دست خر رفته تو ماتت حسین. باوری که ببین کرامت انسانی رو کجا گذاشت؟ یک مش دلغک، این دلغک های حرام لقمه کشور ما رو گرفتن، خودشونو مسخره کردن. یارو باباش میمیره سال بعد فراموش میکنه. حالا حسینی که همش فیلمه دیگه، همش فیلمه، تماما یک فیلمی که دارن بازی میکنن و حماقت دیگه. یعنی این جامعه رو این بخش افراد، برای همین ما میگیم باید ایگنور و حذف بشن. یه ویدیو دیگه داشته باشیم، اینم جالبه. یارو داره مدعی میکنه این خیلی مثبت 18 من پوزش میخوام، و در مدعی یه دفعه انقدر که شبیه به الفاظ رکیک، الفاظ رکیک به کار میگیره. گوش کنین. تا تیر کین روان شد ناگه تو را نشان شد، تا تیر کین روان شد یه بار دیگه. تا تیر کین روان شد ناگه تو را نشان شد، تا تیر کین روان شد خب اینم از این داستان. تا دیگه بحث سیر و اینا بود دیگه. ویدیو بعدی اینم جالبه که یزید خسته میشه و کتک میخوره از حسین و تاریخ عوض میشه. نگاه کنید. شمر خسته شد، شمر خسته شد، سپر رو دیگه فپرد کرد. نگاه کنید. شیعن دیگه، شیعن، شیعه احمق دیگه. عقلش که بحثش این نبود. 1400 شد. اما این عزیز دل شیعه، بالاخره به کنیزاده های شیعه میرسیم. از این حوریای شیعه است. این فقط کارش چیز دیگه، میدونی دیگه، بر اساس شیعه فقط کارش دادن و آشپزی است. بگو عزیز دلم چی میگی شما؟ خیلی بحثاش هم خیلی عمیقه، فکر میکنه خیلی چیزای خیلی عمیقی میگه. بفرمایید. خوشگله. میگن که حضرت محمد با جنگ میخواسته همه رو مسلمون کنه. نه، حضرت محمد با اینکه باستان مبارک را به همه لواطیای اون موقع داد همه رو مسلمان کرد. بله، ولی کوروش با صلح همه رو کنار هم نشوند. چرا اونو میگی حضرت محمد؟ به شاهنشاه کوروش بزرگ میگی کوروش پوفیوس، و عدالت رو برقرار کرده. اینو بدونین که هیچ یک از جنگ های پیامبر ابتدایی و تهاجمی نبوده، بلکه همه یا مانند جنگ خندق دفاعی بوده، یا مانند جنگ بدر تلافی جویانه بوده. جنگ بدر تلافی جویانه بوده؟ اصلا جنگ بوده؟ عزیزم این اکی تالا یه عده مثلا توی یه جا پنهان بشن سر گردنه، یه کاروانی داره میره، برن حمله کنن کاروان را بزنن، نامش میشه تلافی جویانه. عزیزم راهزنی بوده،
این بگو تکرار کن یاد بگیری. حالا خندق رو درست میگی، خندق دفاعی بود. ولی جالبه که بدونین منشور کوروش که باستانگرایان بسیار اون رو باستانگرایان، اوکی، خودشون واسه خودشون واژه درست میکنن، خودشون واسه خودشون میخندن، اوکی، خودشون واسه خودشون میبرن، خودشون واسه خودشون میدوزن، باستانگرا ما نداریم. خب تمجید میکنند در واقع فتحنامه‌ای بوده که بعد از حمله کوروش به بابل تنظیم میشه و در آخر اینکه تمسک به آیات جنگ برای خشن نشون دادن اسلام بی انصافی محض، چون در قرآن جنگ به عنوان آخرین راهکار پیشنهاد داده میشه، همونطوری که خداوند میفرماید بهترین چیز صلح. عجب خداوند حرفای خیلی مهم. تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود. ببینید خداوند چه صحبت خیلی مهمی گفته. خداوند اومده به پیروانش گفته برید به اونایی که منو قبول ندارن و چیز دیگری میپرستن اینها رو چیز کنید، با صحبت بیایید با من هواداشن، اگه صحبت قبول نکردن در حقیقت بیایید باشون بجنگید تا منو قبول کنن. بعد برگشته بهش گفته منتها پیروان عزیزم بدانید صلح بهترین چیز است. این خدا خیلی داره چرت و پرت میگه، یعنی حرف این خدا با عمل کردش اینا با هم یه جوری ها. خدای خودش دو قطبی را انداخته، خودش داستان را انداخته. خود خدا به جایی که انقدر آدم درست کنه برن بگن که وجود داره، خودش میومد به اون کافران میگه وجود داره. بعد حضرات بلند شدن رفتن بت مردم رو مسخره کردن و گفتن صلح بهترین چیزه. خیلی خب باشه عزیز شیعه، خانم عزیز شیعه، بنده شاشیدم به چادرت، اما میخوام باهات صلح داشته باشم، صلح بهترین چیزه. اوکیه؟ نمیشه که از یه ور من بگم شاشیدم به چادرت، بعد از یه ور بگم باهات میخوام صلح کنم. میشه؟ اخی دارم میشاشم به چادرت یعنی میخوام حذفت کنم. الان فهمیده یا نه؟ پس بنابراین ما هم دنبال جنگ نیستیم، ما دنبال صلحیم، شاشیدیم به کل قرآنت، ما دنبال صلحیم، شاشیدیم تو دهن امام حسینت. صلح دیگه، صلح کنیم. حالا با شما همینجوری رفتی با مردم صحبت کردی، رفتی بوتشون رو مسخره کردی، رفتی باورهای نیاکانیشون رو تمسخر کردی، تحقیر کردی، بعد گفتی که آقا ما صلح میخواییم با شما داشته باشیم. نمیشه که تو وقتی که تمام باورهای اونها را بهش توهین میکنی چجوری میتونی دنبال صلح باشی؟ خودشون هم به مسخره کشیدن این دلقک های شیعه. و حالا فکر میکنم مثلا با اینجور کلیپ ها رفته داره اشوه میاد، صداشو نازک میکنه، محتوا نداری، چرت و پرت داری میگی، خودت نمایش میدی. البته اینم خوبه بالاخره، اینکه آرایش آنچه، اصلا فلسفه حجاب یعنی چی؟ یعنی زن نباید جذابیتش دیده بشه، اینکه گردی صورتت میتونه دیده بشه، نه که گردی صورتت رو برو دیگه آرایش کن. تو الان والا اینجوری که آرایش کردی با این تون صدات که داری صحبت میکنی یا اشوه میای، از دخترای لختی که در اسپانیان که بیشتر مردا رو تحریک میکنی. اساس حجاب اینه که باعث بشه که کسی تحریک نشه. امروز یکی از اینا نوشته بود که روزنامه جوان پارسا مرمن فرستاده بود، جالب بود، روزنامه جوان زده بود که فایده حجاب اینه که فساد را پنهان میکنه، همین هم کافیه. خب این که الان فسادش که کامل زد بیرون که چجوری پنهان میکنه؟ این که الان همه زد بیرون، همه هممونو جذب و ارضای اسلام شدیم. الان تو کلی از بچهای مجرد ما که دارن برنامه رو میبینن، خانم جان همه رو ارضا کردی که، همه ارضای تو شدن و اسلامت شدن. نکنه این کار. حجاب یعنی این که اصلا فلسفه حجاب یعنی این که زن جذابیتش دیده نشه. تو که الان با این صدای نازک و با این آرایش و اینا که بیشتر جذابیت تولید کردی که. عاشقتونم پاینده ایران و تک تکتون بهرام مزه ایران میسپارم. بدرود.